درود بر شما، محمد شفیع هستم از مجموعه پی ال سی وان. با ادامه آموزش لوگوی 8 زیمنس با نرم افزار لوگوس آف کامفورت ورژن 8.2.1 در خدمت شما هستیم. خب، آموزش قبلی که با هم دیگه داشتیم آموزش 48 بود که اینجا به اشتباه عددش رو عوض نکرده بودیم که اینجا من عوض میکنم. خب شما رو برنامه 48 بود، اینجا رو هم 48 میکنم. توی فیلم 47 است که حالا سورسی که توی سایت قرار میدیم که شما میتونید دانلود بکنید، اینو من قرار میدم که بتونید استفاده کنید. خب اینو سیو کردم، حالا سیو وز میکنیم برای برنامه 49. اینجا رو هم تغییر میدم و میخوایم برنامه 49 رو با هم دیگه بنویسیم. خب این برنامه 49، این برنامه که مربوط به 48 است رو من پاک میکنم. اینجا میخوایم در مورد PWM با هم دیگه صحبت بکنیم. خب این PWM چی هستش؟ ببینید، شما بر اساس پهنای باندی که اینجا مشخص میکنید میتونید از خروجی این استفاده بکنید. ببینید، یه پایه enable داره که من این پایه enable رو مثلا با I1 فعال میکنم. زمانی که I1 فعال شد، شما شروع کن به کار کردن. چجوری کار میکنه؟ ببینید، اگر وارد تنظیماتش بشیم، اون قسمت سنسور، خب مثل همه یه بلوک های آنالوگی که داریم میتونیم گزینه های مختلف رو براش در نظر بگیریم که قسمت آنالوگ سیتینگ مربوط به رنج اندازه‌گیری و پارامتر تغییر میکنه. مثلا من اگر روی PT100 بذارم، خب تغییراتش به این صورت هستش. و یا اینکه نه، اصلا شما همون تنظیمات پیش‌فرض رو در نظر میگیریم، خودتون یه عدد اینجا مثلا به عنوان گین و آفست میدین یا مینیموم ماکسیمومش رو مثلا تغییر میدین، اون دیگه دست شما هستش. خب من میذارم همون 0 تا 10 ولت باشه. قسمت پایینم رنج هستش. ببینید، شما مینیموم ماکسیموم رنج رو میتونید براش در نظر بگیرید. مثلا اگر بین 0 تا مثلا 1000 باشه، اینجا میتونه یه زمان پریودیک رو براش در نظر بگیرید. مثلا من میگم 5 ثانیه. خب اینجا میگم 400 و رنج ماکسیمومش هم مثلا میگم 500. میگم که برای رنجای بین 400 تا 500 شما بیا این 5 ثانیه رو تقسیم کن. بسته به این که چه عددی بین 400 تا 500 هستش، شما این 5 ثانیه رو به صورت آن آف بیا و تقسیم بکن. خب الان چجوری کار میکنه؟ مثلا من برای ورودی هم میام یه مقدار آنالوگ اینپوت میذارم. حالا اینو یا شما میتونید بدینش مثلا به یک آمپلیفایر، یا اینکه نه مستقیما وصل میکنی به این بلوک PWM. توی خروجی هم که خب به تبع دیجیتال هستش، من از یک کیو استفاده میکنم، مثلا کیو 1. خب من اگر اینو سیمولیشن بکنم، شما الان متوجه میشین که این چجوری کار میکنه. خب من سیمولیشن میکنم. خب الان در حال حاضر میبینید که هیچ خروجی ما نداریم. اولا که خب پایه enable فعال نیست، من اینو فعال میکنم، بازم هیچ تغییری اتفاق نمیفته. چرا؟ چون عددی که ما داریم عدد بین 400 تا 500 نیست. وقتی عدد بین 400 تا 500 نباشه، هیچ اتفاقی نمیفته. مثلا من عدد رو میزنم 400، ببین چه اتفاقی میفته. 5 ثانیه اینجا اومدیم زمان در نظر گرفتیم، میبینیم که هیچی نمیشه، یعنی بازم خروجی فعال نمیشه. میام میذارم اینجا 500، چی میشه؟ ببینید، 500 که بذارم روشن میشه و 5 ثانیه روشن میمونه. همطور که میبینید دیگه خاموش نمیشه. چرا؟ چون ما گفتیم که برای اعداد بین 400 تا 500 شما بیا 5 ثانیه رو تقسیم بکن. خب اگر 400 باشه که میشه 400 تا 500 میشه، چون 100 تاه، خب هیچ ثانیه‌ای به 400 نمیرسه. اگرم 500 بذارین، همه 5 ثانیه میره روی حالت آن به شما میده. اگرم بزرگتر بذارین، مثلا من بذارم 800، چه اتفاق میفته؟ ببینید که خاموش میشه و دیگه روشن هم نمیشه. حالا اگر وسط این دوتا بذاریم، یعنی بین 400 تا 500 بذاریم، مثلا 450، ببینید روشن میشه، بعد از چند لحظه خاموش میشه. خب دوباره روشن میشه و بعد از چند لحظه خاموش میشه. این مقدار روشن شدنه چقدر طول میکشه؟ 2.5 ثانیه. به یه بوده 1.2.5، دوباره باز روشن، 1.2.5، خاموش میشه. پس عملا میاد چیکار میکنه؟ با این PWM
کجاها میتونید شما مقدار زمان روشن شدن و خاموش شدن خروجی رو میتونید کنترل بکنید، کجا استفاده میشه. مثلا یکی از جاهایی که حالا میتونه استفاده بشه برای المنت ها هسته. شما المنت رو اگر در نظر بگیرید، دما رو میخونه. کنترلر هایی که توی در واقع سیستم های کنترل دما برای مثلا المنت استفاده میشه، بعضیاشون خروجیشون پی دبلیو ام، یعنی میاد متناسب با ست پوینتی که شما دارین تقسیم میکنه، میگه که خب الان من از ست پوینتم خیلی فاصله دارم، اینو دائم روشن میکنم. هر چقدر که شما به ست پوینت نزدیک میشین، اون به صورت دائم آن و آف نیست که روشن بشه، پی دبلیو ام. یعنی وقتی هر چقدر که نزدیک بشه، میگه خب مثلا شما برام در نظر گرفتین یک ثانیه، من خیلی چون فاصله داشتم یک ثانیه رو کامل روشن بودم، الان دارم نزدیک میشم 9 دهم روشن هستم، 1 دهم خاموش. باز هی نزدیکتر میشه، میگه خب حالا 8 دهم روشنم، 2 دهم خاموش. میاد میگه نیم روشن نیم خاموش، بعد میشه مثلا 1 دهم روشن 9 دهم خاموش، برعکس میشه. خب چرا این کارو انجام میده؟ برای اینکه وقتی که نزدیک میشه به اون ست پوینت دما، بتونه با کم کردن زمان روشن بودن شیب افزایش دما رو کنترل بکنه، طوری که وقتی به ست پوینت رسید خیلی دیگه از ست پوینت بالاتر نره. ولی المنت رو اگر به صورت معمول اگر شما در نظر بگیرید و بخواید آن آف استفاده بکنین، مثلا شما در نظر میگیرید 500 درجه 400 درجه، وقتی بره به اون 400 درجه برسه و تازه بخواد خاموش بشه، خب اون گرمایی که المنت داره شاید اون باعث بشه که شما افزایش بیشتری برای دما داشته باشی و یه جورایی از ست پوینت خیلی بره بالاتر. میان اونجا در واقع از پی دبلیو ام استفاده میکنه، وقتی نزدیک که بشه یه زمان خاموش شدن داره که اون زمان خاموش شدن به مرور که به ست پوینت نزدیک میشه کمتر بیشتر میشه و باعث میشه که شیب افزایش حالا دما، فشار یا حالا هر چی که هستش کنترل بشه. پس این پی دبلیو ام اینجا استفاده میشه. حالا ما چطور میتونیم بفهمیم که الان این 2.5 ثانیه روشن 2.5 ثانیه خاموشه؟ خب ما میتونیم چیکار کنیم؟ بیایم از یک تایمر آن دیلی اینجا استفاده بکنیم. خب یه آن دیلی من اینجا استفاده میکنم و خروجیشو اینجا ببینیم. من الان میتونم مثلا زمانشو بالا میدم، خب مثلا میگم 20 ثانیه. خب هیچ وقت به این 20 ثانیه نمیرسه دیگه. خب ببینید اینجا زمان داره برامش میره، دو حدودا 2.5 که شد دیدیم که متوقف شد. خب دو، خب شاید الان سوال پیش میاد که خب درسته تقریبا این 2.5 درسته، یا اگر مثلا من اینو اگر بیام بگم زمان پریودی که شما باشه 10 باشه، تایمر من تا 5 ثانیه بره. ببینید سیمولیشن که میکنم 1 ثانیه 2 ثانیه 3 ثانیه 4 ثانیه، حدودا 5 ثانیه که میشه متوقف میشه، درسته؟ خب یه کار جالبتر میتونین شما اینجا انجام بدین که برای اینکه بتونین ثبت بکنین این مقدار دمایی که به اصطلاح مقدار تایمی که اینجا داریم، میتونیم یه تابع ریاضی بیاریم اینجا و پایه انیبلش رو بدیم به همین تابعی که در واقع اینجا به عنوان پی دبلیو ام داریم. یعنی زمانی که این فعال میشه اینو بیاد چیکار کنه؟ هم تایمر شما رو فعال بکنه و هم بیاد تابع ریاضی شما رو فعال بکنه. خب الان چه کارایی اینجا الان داره برای ما؟ ببینید من میام چیکار میکنم، قسمت پایین این دوتا تابع رو باز میکنم، اینا رو با همدیگه وصل میکنم. خب ببینید الان وقتی من سیمولیشن که انجام میدم، مقدار این تایمر میاد داخل این تابع ریاضی هم میشینه. خب درسته اینجا میشه 5 ثانیه تا 5 میره، اینجا هم تا 5 میره، چون پایه انیبلش هم غیر فعال میشه، این میشه 0. میتونیم بیایم چیکار کنیم؟ توی تنظیمات تابع ریاضی last value رو انتخاب بکنیم. last value میگه آخرین مقداری که من قبل از اینکه پایه انیبل من غیر فعال بشه رو من اینجا میام در نظر میگیرم. خب از این قابلیت استفاده میکنیم و زمانی که اون لحظه آخری که میخواد غیر فعال بشه، لحظه آخری که میخواد غیر فعال بشه، اون last value اون مقدار رو میاد داخل خودش نگه میداره که اون مقدار حدودا الان میبینه اینجا 499،
اون یکی دو تا ستایی هم که میبینید تغییر داره به خاطر اینکه رو حالت سیمولیشن هستیم، ما اون عدد رو اینجا به این صورت میبینیم که حالا دقیقا 500 مثلا نیست، چون حالا یه زمان خیلی کوتاه یه دیلی داره بین این دوتا، باعث میشه که دقیقا شما 500 رو نبینید، 498 499 رو میتونید اینجا ببینید. پس این عملا داره درست کار میکنه. چرا؟ چون ما زمان پریودیک رو گذاشتیم 10 ثانیه و عددی هم که اینجا دادیم 450. اگر من اینجا 410 اگر بدم، شما در نظر بگیرید 10 ثانیه رو حدودا، آره دیگه 10 ثانیه رو باید، چون بین 400 تا 500 خب میشه 100 تا تغییرات داریم، 410 میشه 10 تا تغییرات، میشه 1/10. 1/10 زمانی که ما داریم باید این چی بشه؟ باید روشن باشه. 1/10 10 ثانیه میشه چقدر؟ میشه 1 ثانیه. و اینجا شما 99 رو میبینید که دقیقا یه جورایی حرف ما درست در میاد که همون 1 ثانیه روشن رو اینجا شما میتونید ببینید. حالا سوالی که پیش میاد این هستش که ما آیا الان که اینجا 410 گذاشیم زمان خاموش شدن اون PWM رو هم میتونیم اینجا آشکار بکنیم و ببینیم؟ جواب بله هستش. من میام یه آن دیلی اینجا دوباره میذارم، این آن دیلی رو هم از این میگیرم، خب ورودیشو میام نات میکنم که عکس در واقع B202 کار بکنه. مقدارش هم مثلا یه مقداری میذارم که بزرگتر باشه، مثلا 20 ثانیه، و باز دوباره یه تابع ریاضی اینجا استفاده میکنم و انیبلشو میدم به همینجا، درسته؟ اینم انیبلشو نات میگیرم که فعال شدنش با این تایمر با همدیگه یکی باشه، درسته؟ خب نکته بعدی چی هستش؟ قسمت پایین این دوتا تابع رو هم میام به همدیگه وصل میکنم و خب این دوتا رو وصل میکنم و توی تنظیماتش گزینه توی آوتپوت رو last value انتخاب میکنم. اگر ممکنه شما بخواین برنامه رو به سخت افزارم دانلود بکنید، میام دوتا open connector اینجا استفاده میکنم، ته این کانترا رو میبندم چون ازش استفاده نمیخوام بکنم. آنالوگ مموری رو میتونم برای تابعهای ریاضی خودم استفاده بکنم که این برنامه از نظر ساختاری هم درست بشه. خب این دوتا رو هم نات دادیم، میام سیو میکنم، میرم روی حالت سیمولیشن و بهش مقدار میدم. خب اگر عددی که من دارم کوچکتر از 400 باشه، خب یا عددی که داریم بزرگتر از چی باشه؟ بزرگتر از 500 باشه، مثلا 600، خب شما میبینید که خروجی فعال نمیشه. حالا مثلا من میام اینجا 450 رو وارد میکنم، چه اتفاقی میفته؟ ببینید الان میتونیم زمان آن و آف شدن این PWM رو ببینیم. خب الان اینجا شده 497، اینجا هم میشه 499، یعنی تقریبا 5 ثانیه بین این دوتا، چون ضریب تغییراتش در واقع به صورت میلی ثانیه، به صورت دو رقم اعشار سمت راست در واقع ثانیه هست، شما ثانیه رو ضرب در 100 میبینید، برای همین 4.99 دیگه تقریبا میشه 5 ثانیه دیگه، یعنی 4 ثانیه و 99 صدم ثانیه که میشه 5 ثانیه. خب پس میبینید که این چون عدد من 450 هستش، بین این دوتا تقریبا تقسیم میشده، یعنی زمان آن آف این PWM تقریبا یکیه. حالا مثلا من میام اینجا میذارم 490، ببین چه اتفاقی میفته؟ زمان روشن شدن خیلی بیشتر میشه، چون به 500 نزدیکه دیگه، یعنی عملا 0.9 اون 10 ثانیه رو داره، برای همین زمان روشن شدن من حدودا باید بشه 9 ثانیه، 899. پس این 899 درسته. ما داریم زمان آن و آف PWM رو آشکار میکنیم که ببینیم، ببینید اینجا چند شد؟ 899 ثانیه. حالا زمان خاموش شدنش چقدر میشه؟ اینجا 96 رو شما میتونید ببینید، حدودا میشه 1 ثانیه. پس ما با دستور با بلوک برنامه‌نویسی PWM متناسب با بازه‌ای که در نظر میگیریم، حالا بازه میتونه اینجا الان 400 تا 500، شما هر بازه دیگه‌ای که میخواین میتونید براش در نظر بگیرید، یه بازه یا محدوده‌ای براش در نظر بگیریم و یه زمان پریودیک رو مشخص بکنیم، بگیم خب توی این 1 ثانیه، توی این
دو ثانیه، 5 ثانیه، 10 ثانیه، شما بیا اون مقدار آنالوگی که حالا میتونه خودش مقدار یه ولتاژ باشه، جریان باشه، دما باشه یا هر کمیت دیگه، مقدار اون رو بیا تقسیم کن توی اون بازه‌ای که من بهتون دادم که الان اینجا 400 و 400 تا 500. خب متناسب با این که این به 400 نزدیکتره یا حد پایین مینیمم نزدیکتره یا به ماکسیمم نزدیکتره، شما اون زمان پریودیک رو که به شما میدم رو بیا تقسیم کن به آن و آف، یعنی عملا اون بازه رو که مقدار آنالوگ هست توی اون بازه میاد تقسیم میکنه به زمان آن و آف. این زمان آن و آف رو میفرسته به خروجی و شما متناسب با این که چقدر از اون به اصطلاح بازه به سمت مینیموم هستین یا به سمت ماکسیموم، میاد زمان آن و آف اون خروجی رو فعال میکنه و خب متناسب هر چقدر شما پایین تر بیاین به مینیموم نزدیک باشین، زمان آن شما یا زمان روشن شدن شما کمتر میشه و هر چقدر به سمت ماکسیموم برین زمان فکر کنم اشتباه گفتم هر چقدر به سمت مینیموم بیاین زمان روشن بودنتون کمتر میشه و هر چقدر به سمت ماکسیموم برین زمان روشن بودنتون بیشتر میشه. الان اینکه اینجا 490 هست، زمان روشن بودنمون 9 ثانیه هست و زمان خاموش بودنمون در واقع 1 ثانیه هست که شما اینجا میتونید ببینید. خب من دوباره مثلا میذارم 450. حالا یه چیزی که هستش این که اینو میذارم 450، این زمان رو میرم به جای 10 ثانیه میکنم 5 ثانیه. ببینید الان باید 2.5 باید به من بده، اگر اشتباه درست گفته باشم. بله، یه 248 اینجا داریم، یه 248 هم اینجا داریم، 2.5 ثانیه، چون 450 وسط 400 تا 500، پس زمانمون هم 5 ثانیه، پس 2.5 ثانیه روشن، 2.5 ثانیه خاموش، که شما میتونید روی بلوک B205 و B203 مقدار این 2.5 ثانیه رو میتونید ببینید. خب تا آموزش بعدی در زمینه نرم افزار لوگو سافت کامفورت و سخت افزار لوگوی 8 زیمنس، شما همه دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. پیروز باشید.